نام خدا، فرشته دستمالچی سایی هستم. با آموزش محاسبات سریع ریاضی در خدمت شما هستیم. قبل از اینکه به درس اول بریم، یه مقدمه رو خدمتتون عرض میکنم. هر شخصی توی زندگی تحصیلی، توی مسیر تحصیلی خودش با آزمون‌های مختلفی روبروه. موفقیت و قبولی توی این آزمون‌ها میتونن روی آینده اون شخص تأثیر زیادی داشته باشن. قطعاً مهمترین عامل وقتی که میخوان توی آزمون شرکت کنیم اینه که تسلط کافی به مباحث رو داشته باشیم. اما فقط این کافی نیست. خیلی تسلط کامل دارن ولی ممکنه با کمبود زمان هم مواجه بشن. پس اگر ما مهارتی یاد بگیریم که بتونیم زمانمون رو به وسیله این مهارت کنترل کنیم، کمک زیادی به ما میکنه. یکی از این مهارت‌ها استفاده از دانش محاسبات سریع ریاضی هست که توی این آموزش قصد داریم بعضی از این تکنیک‌ها رو تا حد زیادی که مورد نیازتون هست به شما آموزش بدیم. تکنیک اولی که از مبحث ضرب یاد می‌گیریم، ضرب اعداد دو رقمی در یکدیگر هست. من این روش رو با حل مثالی برای شما توضیح میدم. اول کافیه اعدادی رو که قرار در هم ضرب کنیم به این صورت زیر هم بریم. فعلا سه تا جای خالی تو اینجا قرار میدم. ببینید، اولین راه، اولین قدم این هستش که 3 رو در 5 به این صورت عمودی در هم ضرب کنیم. 3 در 5 میشه 15 و حاصل رو توی اولین جای خالی قرار بدیم. مرحله دوم به صورت ضربدری عمل میکنیم. به صورت ضربدری چجوری میشه؟ 3 ضربدر 6 به علاوه 8 ضربدر 5. 3 6 تا 18 تا 8 5 تا 40 تا. که مجموعش میشه 58. 58 رو هم اینجا قرار میدیم. و قدم سوم 8 رو ضرب در 6 میکنیم که میشه 48. حالا توی خونه عمل نباید دو رقم داشته باشیم. پس ما رقم 5 رو نگه میداریم و اون رقم 1ش به سمت چپ منتقل میشه. من 5 رو اینجا میدارم. 1 که بره این بر با 58 جمع میشه و مجموعش میشه 59. دوباره عدد 59 رقم 9ش باقی میمونه و 5ش به سمت چپ منتقل میشه. 48 با 5 جمع بشه حاصل میشه 53. حاصل ضرب ما به این صورت به دست. خب یه مثال دیگه هم حل میکنم تا بهتر متوجه بشید. عدد 5 ممیز 2 ضرب در 96 صدم. اولین کاری که ما اینجا معمولا میکنیم اشاره رو در نظر نمیگیریم. پس یه دور به صورت بدون اشاره من اونها رو مینویسم. 52 96. در آخر چند رقم اشاره باید اعمال کنم؟ دو رقم برای درصد و یک رقم هم اشاره 5 ممیز 2. پس در آخر که به حاصل رو به دست آوردم 3 رقم اشاره اعمال میکنم. خب یاد گرفتین یه دور به این صورت، یک دور به صورت ضربدری ضرب میکنین و یک دور هم به این صورت. 3 تا جای خالی قرار میدم. شروع میکنم. 2 ضربدر 6 میشه 12. حالا به صورت ضربدری. 9 ضربدر 2 18. 6 ضربدر 5 30. با همیشن 48. و یک دور هم 9 رو ضربدر 5 میکنین که حاصل میشه 45. خب دوباره اینجا یک رقم باید قرار بگیره. من 2 رو می نویسم و رقم 1 به سمت چپ منتقل میشه. با 48 جمع میشه و عدد 49 به دست میاد. 9 رو می نویسم و عدد 4 به سمت چپ منتقل میشه. با 45 جمع میشه و حاصل میشه 49. 3 رقم اشاره داشتیم که اون هم اعمال میکنم و حاصل ضرب ما به دست میاد. تکنیک بعدی ضرب دو عدد 3 رقمی در یک دیگه هست. دوباره من میام این عددها رو زیر هم می نویسم. 151 رو داریم و 612 رو داریم. دوباره قدم اول اینه که یک رو ضرب در دو کنیم. در قدم دوم به این صورت عمل می کنیم. در قدم سوم به این صورت. قدم چهارم و
کار آسونیه اینجوری مقدار شروع شد. این بار به جای 3 جای خالی 5 جای خالی قرار میدم. خب گفتیم در ابتدا 1 رو ضرب در 2 میکنیم به صورت عمودی. جواب میشه 2. سر جای خودش مینویسم. بعد این 4 رو باید در هم ضرب کنیم به صورت ضرب دری. یعنی 1 ضرب در 1 به علاوه 2 ضرب در 5. به حاصل میشه 11. حالا نوبت به اون علامت قرمز میرسه. من اینو اینجا مینویسم 1-2. خب 1-2 1 ضرب در 6 شده به علاوه 5 ضرب در 1 رو داریم به علاوه 2 ضرب در 1 رو داریم که حاصلش میشه 6-6 5-5 2-2 13 به دست میاد. 13 رو هم سر جای خودش مینویسم. خب حالا میریم سراغ این 4 6 5 تا 30 تا به علاوه 1 1 1 1 و در آخر هم 6 و 1 رو در هم ضرب میکنم که میشه 6. خب الان فقط باید اینا رو یک رقم من حاضر رو اینجا 2 که همونجا قرار میگیره، 2 رقم نیست منتقل بشه. 11 یک رقمش منتقل میشه، یکش رو مینویسم، 1 با 13 جمع میشه میشه 14. 4ش رو مینویسم، 1ش منتقل میشه. با 31 جمع میشه، حاصل میشه 32. 2ش رو مینویسم، 3ش منتقل میشه 6 و 3 9. اعشار هم که نداشتیم، حاصل ما به دست میاد. یه مثال دیگه هم میکنم تا بهتر متوجه بشی. البته اینا که من اینجا مینویسم و این همه روش توی کاغذ زیاد طول میکشه، اینا همه باید به صورت ذهنی انجام بشه. من اینا رو می‌نویسم تا شما بعدها اگر خواستی مطالعه کنی داشته باشید. خب اینجا اعشار داریم ولی برای ما مهم نیست. اول بدون اعشار اعداد رو در نظر می‌گیریم و یادداشت می‌کنیم. 205 987. خب 5 جای خالی می‌کشیم و شروع می‌کنیم. ابتدا این 2 رقم رو در هم ضرب می‌کنیم. 5 7 35 تا من در اینجا قرار می‌دم. حالا این 4 رقم رو به صورت ضرب دری در هم ضرب میکنیم. 0 ضرب در 7 میشه 0. 8 5 تا 40. حالا به این صورت دوباره 1 0 ضرب در 8 داریم که حساب نمیشه. 9 5 تا 45 تا و 2 7 تا 14 تا. جواب میشه 59. حالا این 4 رقم 0 ضرب در 9 که میشه 0. 2 ضرب در 8 رو داریم که میشه 16 و در آخر هم 9 ضرب در 2 میشه 18. حالا کافیه اینها رو یک رقم کنم و حاصل ما به دست بیاد. 5 رو مینویسم، 3 به این طرف منتقل میشه میشه 43. 3 رو مینویسم، 4 به این طرف منتقل میشه میشه 63. 6 به این طرف منتقل میشه میشه 22. 2 شون نیستم، 2 میره اون طرف و با 18 میشه 20. سرقم اعشار داشتم و حاصل به دست میاد 202 ممیز 335. خب تکنیک بعدی ضرب عدد 2 رقمی در عدد 3 رقمی هست. میره تفاوتی با ضرب عدد 3 رقم در 3 رقم نداره. ما چیکار میکنیم؟ وقتی که یک عدد 2 رقمی داریم میرونی یک 0 پشتش قرار میدیم و عملیات رو انجام میدیم. صفر که قرار بدیم تبدیل میشه به یک عدد 3 رقمی. خب من توی اسلاید بعدی اینو مینویسم. 325 ضرب در 41 بود. من یک 0 اینجا قرار میدم. حالا تبدیل میشه به یک ضرب 3 رقم در 3 رقم که بلدیم. من دیگه اینها رو ذهنی انجام میدم. خب 5 جای خالی رو اینجا قرار بدم. 5 ضرب در 1 میشه 5 اینجا میدم. 5 ضرب در 4 میشه 20 به علاوه 2 1 2 تا 22 میشه. حالا 6 تا رو در هم ضرب میکنم. در ابتدا 0 ضرب در 5 داریم که میشه 0. 2 ضرب در 4 میشه 8. 3 ضرب در 1 هم میشه 3. 8 و 3 11 رو داریم. حالا 4 رقم سمت چپ، 2 ضرب در 0 که میشه 0. 3 ضرب در 4 داریم 12 و در آخر 3 ضرب در 0 که همون 0. 5 رو که خودشو می نویسم یک رقم، 22
دوش رو می نویسم و یک دوش رو به سمت چپ منتقل میشه با عدد 11 میشه 13. 3 رو می نویسم یکش به سمت چپ منتقل میشه. دوباره می داریم 13. 3 رو می نویسم یک به این سمت میده و به این. حاصل ما به دست. ممیز هم که نداشتیم. خب. تکنیک بعدی ضرب سریع دو عدد در یک دیگر با ایجاد تغییر هست. یعنی چی؟ ببینیم توی این روش ما دو تا عدد داریم. توی یکی از اون اعداد یا هر دو عدد ما میتونیم یه تغییر خیلی کوچیکی ایجاد کنیم و ضرب ها رو انجام بدیم. اولین ضربی که اینجا براتون نوشتم مثلا ضرب 96 در عدد 42 هست. مثلا یکی از عددی رو که میتونم اینجا تغییر بدم 96. من اگه بیام 96 رو به صورت 100 منهای 4 بنویسم کارمون خیلی آسان‌تر میشه. چیکار باید بکنم؟ یک بار میام 100 رو ضرب در 42 میکنم، یک بارم میام 4 رو ضرب در 42 میکنم و ازش کم میکنم. 100 ضرب در 42 که دیگه راحت‌ترین ضرب چیکار ضرب 200. 4 ضرب در 42 هم 4 ضرب در 2 8 4 ضرب 16 تا 168. حالا کافیه 4200 رو منهای 168 کنم که حاصل میشه 4300. این صورت. یه مثال دیگه هم که براتون زدم 69 ضرب در 6. مثلا اینو به دو صورت میشه انجام داد. من هم میتونم 69 رو بنویسم 60 علاوه 9 که نمیتونم بنویسم 70 منهایی. در هر دو صورت راه حل ها شبیه هم هستن. اگر بنویسم 60 به علاوه 9 یک بار 60 رو ضرب در 6 میکنم، یک بار 9 رو ضرب در 6 میکنم و با هم جمع میکنم. اگر هم به صورت 70 منهایی یک نوشته باشم همین روش انجام میشه، فقط در اونجا از هم کم میکنم. یک بار 70 ضرب در 6 که میشه 420. بار هم 1 ضرب در 6 که میشه 6. این بار چون اینجا بینشون علامت منفی است دوباره اینجا هستم کم میکنم 404. این همین تکنیک هست. عددهایی رو که میبینید زیاد روند نیستن تبدیلش کنید به نزدیکترین عدد روندی که کنارشون قرار داره تبدیل کنید و پس با کم و زیاد کردن میتونید اون عملیات رو راحت تر انجام بدید. خب روش دیگه هم که وجود داره برای حل این مثال، مثلا ما میتونیم تغییر رو توی هر دو عدد اعمال بکنیم. اگر یکی رو دو برابر میکنیم دیگری رو نصف بکنیم. یا مثلا اینجا من 88 رو در نظر میگیرم که تقسیم بر 8 بکنم، پس عدد بعدی رو ضرب در 8 میکنم. اینجا 8 رو در نظر میگیرم که تقسیم بر 8 داریم 11، عدد دیگری رو ضرب در 8 میکنم. 54 ضرب در 8 میشه 432. حالا ضرب 432 در 11 رو داریم. ضرب یک عدد 3 رقمی در 11 که تکنیکش رو یاد گرفتیم. 4 و 2 رو با فاصله می نویسیم. 4 و 3 میشه 7 و 3 و 2 میشه 5. به این ترتیب حاصل به دست میاد. تکنیک بعدی ضرب دو عدد دو رقمی در یک دیگر در حالت خاص است. در این حالت خاص باید دو عددی داشته باشیم که دهگانشان با هم برابر باشد و مجموع یکان آنها ده باشد. سپس به صورت زیر عمل میکنیم. یکانها را در هم ضرب میکنیم. رقم دهگان را در یکی بیشتر از خودش ضرب میکنیم. جوابها رو کنار هم مینویسیم. مثلا اینجا 28 و 22 رو دارم. نگاه کنید دهگانشون دوتاشون هم 2ه. یا توی حالت پایینی 33 در 37 رو دارم. دهگانشون دوتاشون هم 3. پس دهگان ها با هم برابرن. حالا یکان ها رو ببینید 8 و 2 توی مثال پایین 3 و 7. توی مثال ها چجوری باید عمل کنیم؟ برای این قسمت میام یکان ها رو تو هم ضرب میکنم. 2 ضرب در 8 رو داریم. جوابش میشه چی؟ میشه 16. برای این قسمت چی؟ دهگان ها با هم یکی هم دیگه. خب دهگان ها دوتاش هم 2. 2 رو در یکی بیشتر از خودش ضرب میکنم. جواب میشه 616. خب اینجا دیگه اون راه حل ها نمی‌نویسم، همینجوری میگیم.
دو تا جای خالی بر خودمون فرض میکنیم، سمت راست میام یکانها رو در هم ضرب میکنیم. یکان ما 3 و 7 هست، 3 ضرب در 7 میشه 21. حالا توی جای خالی سمت چپ رو فرض کردیم، 3 رو در 1 بیشتر از خودش ضرب میکنیم، 3 4 تا 12 تا و حاصل ما به دست. تکنیک بعدی مربع کردن اعداد هست. مربع کردن اعداد که میدونه یعنی یک عددی در خودش ضرب بشه. من این روش رو به شما گفتم، ولی از نظر خودم مثلا ضرب عدد 2 رقمی در خودش میشه تکنیک ضرب 2 رقم در 2 رقم، 3 رقمی همینطور. همینطوری از اون تکنیک هم استفاده بکنیم، ولی من اینجور این رو برای شما میدونم. در مربع کردن اعداد در واقع ضرب یک عدد در خودش رو داریم که تعداد ارقام آن متغیر است. تکنیک مربع کردن رو ارائه میکنیم، ولی میشه از روش های ضرب هم استفاده. روش کار به این صورت هست. یه مقدار دلخواهی رو به اون عددمون اضافه میکنیم تا تبدیل به یه عدد روندی بشه. یک دور اضافه و یک دور کم میکنیم. دوتا عدد جدید برای ما به دست میاد. این دوتا عدد رو در هم ضرب میکنیم. حالا اون عدد دلخواهی رو که اضافه کرده بودیم مربعش رو با اینها جمع میکنیم. اینجوری شاید یکم براتون سخت باشه، ولی مثال که حل کنم میبینیم که زیاد مشکل نیست. 96 به توان 2 رو دارم. میتونستم از همون 96 ضرب در 96 ضرب 2 رقم در 2 رقم هم برم. اما تکنیک مربع کردن به چه صورت هست؟ 96 به توان 2. ما میام یه عدد دلخواه رو بهش اضافه و کم میکنیم تا دو تا عدد جدید به دست بیاد. من چه عددی رو به 96 اضافه بکنم؟ یا حالا کم بکنم که تبدیل به عدد روندی بشه. ببینید من میتونم 4 تا بهش اضافه بکنم که تبدیل بشه به 100. تعداد 10، تعداد مثل 10,000 اگر نزدیک بکنیم کارمون قطعا راحت تر است. حالا که 2 4 رو اضافه کردم، 1 2 هم 4 رو ازش کم میکنم. مرحله بعدی این بود که این دوتا رو در هم ضرب کنیم. 100 ضرب در 92 میشه 9200. تو مرحله بعد باید میمدیم مربع عدد دلخواه رو به این اضافه میکردیم. عدد دلخواه ما چی بود؟ 4. مربعش رو اضافه میکنیم، در واقع همون 16 هست. 9200 با 16 که جمع بشه 9216 حاصل ما به دست میاد. تکنیک بعدی ضرب 2 عدد 2 رقمی در 11 هست. روش انجام به این صورته. ابتدا کافی ارقام 2 رقمی رو با کمی فاصله از هم قرار بدیم. سپس حاصل جمع این ارقام رو بین اونها بذاریم. یعنی چی؟ مثلا 86 ضرب در 11 رو داریم. یه عدد 2 رقمی میخواد در 11 ضرب بشه. من میام 8 و 6 رو با یک کمی فاصله هستم می نویسم. بینشون چی رو قرار میدم؟ جمعشون رو. جمع 8 و 6 چی میشه؟ 14. بین اینها 14 قرار میدم. چون نباید اینجا 2 رقم باشه، 14 یکش به سمت چپ منتقل میشه. پس 6 4 رو می نویسم. 8 با 1 اون جمع میشه، میشه 9. حاصل ما 946 به دست میاد. یه مثال دیگه 99 ضرب در 11 هست. فرق نمی کنه مثل دفعه پیش. فقط یه نکته که داره اینه که اگر حاصل جمع رقم‌های عدد ما دوباره عدد 2 رقمی به دست اومد، مثل کاری که کردیم، یکان رو نگه می‌داریم، 10 کان رو با ارقام سمت چپ جمع می‌کنیم. مثلا در اینجا من 9 و 9 رو با کمی فاصله از هم می‌نویسم. این وسط چی باید قرار بدم؟ حاصل جمعشون رو. 9 به علاوه 9 میشه 18. این اینجا 8ش میمونه، یکش به سمت چپ منتقل میشه. پس جواب ما چی میشه؟ از سمت راست می‌نویسم 9 8 9 باید جمع بشه 10. حاصلمون به دست. تکنیک بعدی ضرب عدد بیش از 2 رقم در 11 هست. به صورت ابتدا ارقام سمت راست و چپ عدد 3 رقمی رو با کمی فاصله از هم می نویسیم. سپس یک بار 2 رقم سمت راست
یک بار دو رقم سمت چپ رو با هم جمع میکنیم و بین آنها قرار میدیم. این هم شبیه مثال قبل با این تفاوت. اونجا دو رقم داشتیم، میمدیم دو رقم رو تفکیک میکردیم و با فاصله از هم مینوشتیم. اینجا سه رقم داریم. میان انتهای ترین ارقام رو مینوشتیم. 3 و 4. اینجا بینشون دو تا جای خالی قرار میدم. یک بار دو رقم سمت راست با هم جمع میشن. یک بار دو رقم سمت چپ. 4 به علاوه 1 میشه 5. اینجا هم دو رقم سمت چپ با هم جمع میشن. 3 به علاوه 1 میشه 4. جواب ما به دست میاد. 3454. تکنیک بعدی ضرب یک عدد در مضارب 11 هست. اینم تکنیک آسونیه. ببینید ما ضرب در 11 رو یاد گرفتیم. حالا وقتی یه مضربی از 11 رو داریم، مثلا در این مثال 77 رو داریم، خب میام تفکیکش میکنیم. 77 میشه 7 ضرب در 11 و ضربمون رو انجام میدیم. خب پس اینجا داریم 106 ضرب در 7 ضرب در 11. اما 106 رو ضرب در 7 میکنیم. ضرب آسونیه، یه رقمیه. 7 ضرب در 6 میشه 42. 2 رو مینویسم. 7 0 0 4 4 اینجا می نویسم و 7 1. خب حالا داریم 742 ضرب در 11. ضرب 11 هم که بلد بودیم، یه عدد 3 رقمی داریم که در 11 ضرب شده. همین الان تکنیکش رو خوندیم. میام 7 و 2 رو با کمی فاصله از هم می نویسم. دو تا جای خالی داشتیم. یه بار دو رقم سمت راست، یک بار دو رقم سمت چپ رو با هم جمع می کردم. 4 و 2 میشه 6. 7 و 4 میشه 11. اینجا یک بار دیگه باید جواب بازنویسی کنم. چرا؟ چون اینجا دو رقمه. یه یکش میمونه و یکش به سمت چپ منتقل میشه. حاصل ما میشه 8162. تکنیک بعدی که میخونیم ضرب اعداد 1 و 2 رقمی در 99 هست. خب برای ضرب اعداد 1 و 2 رقمی در 99 به چه صورت عمل میکنیم؟ ببینید پاسخ این ضرب رو از 2 قسمت تشکیل میشه. تو هر قسمت حالا ممکنه چند رقم قرار بگیره. قسمت راست حتما باید 2 رقم باشه. برای اینکه قسمت راست رو به دست بیاریم، میام یک بار اون عددی که ضرب در 99 شده رو از 100 کم میکنیم. حالا برای اینکه قسمت چپ رو به دست بیاریم، از اون عددمون یک واحد کم میکنیم. خیلی ساده است. ببینید اینجا 8.6 ضرب در 99 رو داریم. من اول گفتم ممیزها رو در نظر نمیگیریم. در واقع اینجا 86 ضرب در 99 رو داریم. جواب ما از 2 قسمت تشکیل شده. برای قسمت سمت راست عددمون رو از 100 کم میکردیم. 100 منهای 86 میشه 14. از بگو مینویسم. برای به دست آوردن قسمت سمت چپ چکار میکردیم؟ از عددمون یه واحد کم میکردیم. جواب ما به دست میاد. 1 رقم هم ممیز باشم. اینجا 98 ضرب در 99 رو داریم. اینو دیگه ذهنی میبینیم. 2 تا قسمت فرضی در نظر میگیریم. برای قسمت سمت راست که حتما باید 2 رقم باشه. چرا تاکید دارم حتما باید 2 رقم باشه؟ ببینید مثلا اگر یه عددی بود که از 100 کم کردیم و مثلا یک عدد 1 رقمی شد، شد 8، شد 9، شما باید این نکته رو بدونید که حتما باید 2 رقم اونجا قرار بدید. پس به جای 8، به جای 9 یا هر عدد دیگه می نویسید 0 8 0 9. اینجا 98 رو داریم. تو قسمت فرضی سمت راستمون 100 و منهای 98 میکنیم، میشه 2. ما باید 0 2 قرار بدیم. این نکته بود که بهتون گفتم. 2 رقم سمت چپمونم از 98 یک واحد کم میکنیم، میشه 97. 9702 به راحتی به دست. تکنیک بعدی ضرب عدد 2 رقمی در 111 هست. ابتدا کافیست ارقام عدد 2 رقمی رو با کمی فاصله از هم در نظر بگیریم. سپس حاصل جمع این 2 رقم رو 2 بار بین اونها قرار میدیم. ما توی ضرب عدد 2 رقمی در 11 خوندیم، ارقام رو فاصله میدادیم و حاصل جمعشون رو 1 بار اون بین مینوشتیم.
حالا توی اینجا به همون ترتیب عمل میکنیم، فقط حاصل جمعش رو دو بار اونجا مینویسیم. نکته ای هم که اینجا گفته شده، اگر حاصل جمع ارقاممون دو رقم میشد یکان رو نگه میداریم، دهگان رو سمت چپ منتقل میکنیم. مثالی که اینجا هست 8.4 ضرب در 111 هست. من عشاره رو در نظر نمیگیرم. خب کافی 8 و 4 رو یکم با فاصله بنویسم. اینجا دو بار جمعشون رو مینویسم. 8 و 4 میشه 12. یک بار نه، از راست شروع میکنم 4، اینجا 12 یکش منتقل میشه، با 12 جمع بشه میشه 13. 3 رو مینویسم، یکش منتقل میشه و 9. یک رقم اشار رو اونجا نادیده گرفته بودیم که اینجا اعمال میکنیم و جواب ما به دست میاد. تکنیک بعدی ضرب عدد دو رقمی در 1111. این هم مثل ضرب در 11 و 111 هست. فقط جمع ارقاممون رو 3 بار بین اعداد قرار میدیم. خب پس 9.9 داریم، ضرب در 111.1. اشاره رو نادیده میگیرم، میشه 99 ضرب در 1111. عدد دو رقمی ضرب در اون عدد شده. 9 و 9 رو با فاصله مینویسم. قرار شد 3 بار جمعشون رو اینجا بنویسیم. 9 و 9 میشه 18. 3 بار 18 رو خب 9 رو مینویسم. 18 یکش به سمت چپ منتقل میشه. چه 19. 9 رو مینویسم. یکش به این منتقل میشه. دوباره میشه 19. به این صورت. دو رقم اشار رو نادیده گرفته بودیم که اعمال. یک تستی رو اینجا داریم. گفته اگر رقم های حاصل ضرب 32 ضرب در 32 تا 1 داریم، 32 ضرب داره این عدد بشه، را با هم جمع کنیم حاصل برابر چه مقداری خواهد؟ خب چه نکته شما اینجا باید بدونیم؟ من هم یه چیز این بالا بنویسم. ببینیم ما وقتی که ضرب عدد دو رقم، اینجا هم دو رقم داریم دیگه، وقتی ضرب عدد دو رقمی در 11 رو داشتیم، اعداد با فاصله می نوشتیم، یه دونه فاصله بینشون رو داشتیم. ضرب در 111 رو داشتیم، اعداد رو می نوشتیم، دو تا جای خالی داشتیم. ضرب در 1111 رو داشتیم، اعداد رو می نوشتیم، سه تا فاصله بینشون داشتیم. پس ببین وقتی این تا یک داریم، این منها یک تا جای خالی بینون عددمون قرار میدیم. اینجا دقیقا از همین نکته میان استفاده.